سلام و درود بنده های عزیز. امروز سه‌شنبه 21 جوزجه سال 401 هجری خورشیدی که برابر است با 21 جون سال 2022 میلادی میباشد. و این بسته مهم خبری با من فرهاد متین از کانال بروکیو نیوز افغانستان خوش آمدید. و مشروعی خبرهای این ساعت، فرمانده جدا شده یه طالبان در بدخشان چندین روستا را تصرف کرده است. منبع در بدخشان میگوید که قاری وقاص از فرماندهان قطعی خاص طالبان که چند پیش از این گروه جدا و به جبهه مقاومت ملی پیوسته بود، بخشهایی از ولسوالی تگاب انولیت را در کنترل خود درآورده است. یک منبع گفت که قاری وقاص از دو ماه به این طرف از طالبان جدا شده و در حال حاضر نزدیک به 300 نیرو دارد. منبع مدعی شد که نیروهای قاری وقاص طی دو روز گذشته توانستند که طالبان را از روستای خمبک، کوری بک و کتوبالی ولسوالی تگاب عقب براند و این روستا را تصرف کند. منبع گفت که نیروهای طالبان به رهبری مولوی امان الدین منصوری، فرمانده نیروهای هوایی این گروه، چند پیش عملیات را به خاطر بازداشت و یا حذف قاری وقاص اجرا کردند اما ناکام شدند و در این حال چهار جوانی که از ایران برگشته بود تیرباران کردند. بیشتر مسئولان محلی طالبان در بدخشان گفته بود که در یک عملیات برنامه‌ریزی شده چهار نیروی جبهه مقاومت را در ولسوالی تگاب بدخشان تیرباران کرده است. این جبهه در ماهای اخیر در بخشهایی از پنشیر، بغلان و تخار حملات را علیه طالبان انجام داده است. طالبان اما تحریکات نظامی مخالفان خود را بارها رد کردند. منبع محلی میگوید طالبان در جنگ بلخاب از نیروهای داعش کار گرفتند. با گزارش روزنامه 8 صبح، با افزایش تنش ها میان طالبان و مولوی مهدی از فرماندهان پیشین این گروه در ولایت سرپل، منبع محلی میگوید که طالبان اکنون از جنگجویان داعش در جنگ با مولوی مهدی در بلخاب استفاده میکند. طالبان روز دوشنبه 21 جوزا از استقامت ولسوالی بلخاب را، جایی که فرمانده هزارتبار طالبان سنگر گرفته است، محاصره کردند. یک منبع محلی به روزنامه 8 صبح میگوید پس از آن که طالبان ازبک تبار ولایت شمالی کشور از جنگ با مولوی مهدی مجاهد در ولسوالی بلخاب خودداری کردند، طالبان به گروه داعش متفصل شدند. با گفته منبع، داعش در افغانستان بیشترین حملات خونین را بر شیعیان در مساجد و مکاتب انجام داده است و حالا این گروه در جنگ بلخاب استفاده می شود. منبع می افزاید که جنگجویان داعش از ولسوالی های قوشتپه و درزاب جوزجان به تفاهم طالبان در کتل ریگی ولسوالی بلخاب جابجا شدند و نخستین حملات را شب گذشته جنگجویان داعش از کتل ریگی بر ولسوالی بلخاب انجام دادند. منبع مردمی می گوید که جنگ شب گذشته 3 ساعت دوام کرده است. از سوی دیگر، بزرگان قوم ولسوالی بلخاب سرپل روز جمعه کمر مولوی مهدی مجاهد را برای دفاع از این ولسوالی بستند. منبع مردمی میگوید که صدها تن از نیروهای تحت امر مولوی مهدی برای مقابله با حمله طالبان آمادگی دارند. گروه طالبان برای توقف جنگ در بلخاب از یک هفته به این سو به علمای شیعه رو آوردند و اکنون نیروهای طالبان منتظر نتیجه مذاکره شورای علمای شیعه با مولوی مهدی هستند. در گریه طالبان با جبهه مقاومت ملی در بدخشان چهار طالب کشته و سه طالب دیگر زخمی شدند. منبع محلی از بدخشان میگوید که در نتیجه درگیری میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی چهار طالب کشته و سه طالب دیگر زخمی شده است. منبع محلی روز سه‌شنبه 31 جوزا میگوید که این درگیری پس از حمله طالبان بر پایگاه جبهه مقاومت ملی با کتوبالی ولسوالی تگاب بدخشان رخ داده است. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. منبع محلی میگوید که قل اردوی منصوری طالبان در پکتیکا هدف حمله هوایی قرار گرفته است. یک منبع محلی معتبر بر روزنامه 8 صبح تایید میکند که یک هواپیمای بدون سرنشین قل اردوی 233 منصوری طالبان را در ولسوالی پکتیکا بمباران کرده است. این منبع میگوید که این حمله حوالی ساعت 10 پیش از چاشت روز دوشنبه 3 جوزا صورت گرفته است. با گفته منبع، هواپیمای بدون سرنشین در حال گشتنی بود که با واکنش نیروهای انقل اردو مواجه شد. هواپیما نیز بالای طالبان شلیک کرده که تا هنوز از تلفات آن جزئیاتی در دست نیست. در همین حال مسئولان محلی طالبان این حمله را تکذیب میکند و میگوید که چنین رویداد در قل اردوی 233 منصوری این گروه رخ نداده است. از سوی دیگر، یکی از منبع نزدیک به طالبان در ولایت پکتیکا میگوید که هواپیمای بدون سرنشین بالای قل اردو یاد شده گزدنی کرده است و نیروهای طالبان بر آن شلیک کرده است. گفته نیست که در یک ماه اخیر گزدنی هواپیماهای بدون سرنشین مردم ولایت لوگران نیز نگران کرده است. از یک ماه به این سو، روزانه به شکل بیوقفه هواپیماهای بدون سرنشین در آسمانهای این ولایت گزدنی میکنند. سخنگوی مولوی مهدی میگوید شکست مذاکره و درگیری مختصر بلخاب طالبان از ما تسلیمی میخواهد و اما ما تسلیم نمیشویم. منبع طالبان در شمال افغانستان میگوید که مذاکره برای دستیابی به توافق با مولوی مهدی، فرماندهی هزار تبارشان، با شکست مواجه شده
و پس از درگیری مختصری دروز در ساحه قومی کوتل، اکنون حلقه محاصره بلخ تنگتر شده است. در همین حال منبع محلی میگوید که طالبان به دنبال بسیجنینهای بومی ازبک تبار در برابر مولوی مهدیان و نمیخواهد از جنوب جنگجویان پشتون را به این مناطق بفرستند. اما این منبع میابزاید که طالبان از جنگیدن جنگجویان ازبک تبار ناامید شده و اکنون به داعشیان درزاب و قشتپه رو آوردند. داعشیان محلی ازبک تبار که به دلیل حساسیت در برابر مذهبی شیعه آماده یک جنگ، اما یک فرمانده نزدیک به مولوی مهدی که نمیخواد نامی از او برده شود میگوید که طالبان در مذاکرهشان فقط یک خواست داشتند و آنم تسلیمی بود. این منبعی که کنون در کنار مولوی مهدی در بلخاب است میگوید که در شانشان تسلیمی نیست و هر گونه پیامد پس از جنگ به دوش رهبری طالبان خواهد بود. در همین حال منبعی مردمی در بلخاب وضعیت در این ولسوالی را فوق العاده دانسته و از جابجایی جنگجویان مولوی مهدی در نقاط حساس این ولسوالی خبر میدهد. آنها میگوید که تمام آمادگی ها برای رویارویی نظامی گرفته شده است. بلخاب یک از ولسوالی های استراتژیک در ولایت شمال سرپل است که طالبان در دو دور قبل حاکمیتشان نیز نتوانسته بودند آنجا را به گونه کامل تصرف کنند. اکنون بخش های زیاد از ولسوالی بلخاب تحت کنترل فرمانده مولوی مهدی مجاهد می باشد. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان گردید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.